الله الرحمن الرحیم. ډیرو قدرمنو او بیزت افغانانو، زه خپل د مینې او محبت ډک سلامونه تاسو ټول ته په نیک ساعت کې وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله وئ. زموږ یوازنۍ هیله ستاسو روغتیا او خوشحالي ده. زه موسنه کوهستاني او زما همکار رسول کوهستاني خوشحاله یو چې نن بیا هم د تاسو سره دغه برنامه مخته بیایو. به نام خداوند یکتا و بزرگ، من هم عرض و سلام ادب خدمت شما عزیزان، شما افغانان گرامی و خصوصا شما ورزشکاران دارم. آرزومند هستم که برنامه‌ای که ما برای شما تهیه می‌بینیم از این برنامه لذت ببرین و مورد پسندتان قرار بگیرد. خب دوستای عزیز، محسن جان یک دو سه اعلان داریم که بله. ما باید اول پخش کنیم. طوری که شما در روی صفحه تلویزیون می‌بینید دوستای عزیز، ما یک برنامه اختصاصی به ارتباط 34مین سالگرد شهادت مرحوم صدیق زرگر پخش نمودیم که مورد علاقه و استقبال ورزشکاران و افغانان در سراسر جهان گردید، که البته تعداد زیاد از اونا عزیزان بعدن با ما در تماس شدن و در آن شب نتانستن نظر به ضیقی وقت با ما در تماس شوند و تقاضای برنامه جدید به ادامه از اون برنامه یک برنامه دیگر از ما کردن که یک برنامه در تاریخ 3 یونی ما یک اختصاص دادیم که امیدوار هستیم که در زمینه کسایی که علاقمند هستن، دوستایی که میخوان در مورد نظر داشته باشن و تماسای داشته باشن، لطفا با ما در تماس شوند و ما انشاءالله در برنامه اونا را روی خط میاریم. خب باز هم برنامه اختصاصی به خاطر 2مین سالگرد وفات مرحوم وحید اعتمادی، سابق رئیس کمیته ملی المپیک افغانستان، به تاریخ 10 یونی در نظر گرفتیم. از دوستان، علاقمندان و خصوصا فامیل محترمشان که در زمینه معلومات و اطلاعات و گزارش داشته باشند با ما به تماس شوند. خب یک گیلان و حساب اعلان آخری ما که اعلان مجله ورزشی است که این مجله ورزشی به حساب 6مین مجله ورزشی است که از طرف دوست عزیز ما صبورجان رسولی تهیه، تنظیم و به نشر رسید. البته دوستا، این مجله یک مجله ورزشی است که صبورجان واقعا در این زحمت زیاد کشیده و در تمام مجلات خود و روز به روز آدم میبینه که وقتی که آدم کار کنه تجربه آدم زیاد شده میره و چقدر مقبول با تمام گزارشات ورزشی، مصاحبه ورزشی از جوانان به در دو لسان، لسان فارسی و لسان آلمانی نشر شده. در بعد در پشت سر مجله میبینید که عکس ندیم جان امیری است که جوان ورزشکار افغان ما که در تیم اوفنهایم اونا بازی میکنن و ضمن تیم ملی جوانان آلمان هستن و ضمن گزارشات بسیار جوان زیاد است که تعداد نامه از جنرال بگیرن وقت ما به حساب زیاد مصرف میشه، گزارشات ورزشی زیاد جالبه درش نشر شده که امیدوار هستیم که کسایی که میخوان از این مجله، البته ببینیم عکسای هم عثمانی صاحب، مصاحبات عثمانی صاحب هسته که اکسای زیادی که از سابق هاست از تیم ملی فوتبال افغانستان، تیم های فوتبال هم داشت نشه شده و زمین. خب کسایی که علاقمند هستن میتونن که با ما در تماس هم یا با صبورجان رسولی میتونن از این مجله را داشته باشن و میتونن مجله را به حساب فرمایش بدن که برشان روان شد. خب دوستا، طور که شما میدارین همیشه ما یاد کردیم که این برنامه معرفی چهره های ورزشی هم از اطفال، جوانان، طبقه اوناس، ذکور، کلب ها، کسایی که دستاورد ها و افتخارات بزرگ بر افغانستان آوردند و همچنان این برنامه هدف مهم دیگه که این برنامه که ما داریم کوشش داریم که ما بتانیم از طریق برنامه ارتباطات ورزشکارای اروپا یا خارج از مرزها را با افغانستان ارتباط بسنیم و بتانیم از طریق برنامه راه های پیدا کنیم که بتانیم ورزش افغانستان را کمک کنیم. خب به ارتباط همین مسائل همیشه ما یاد کردیم، ما امروز با دو شخصیت بزرگ ورزشی که عمر خود در ورزش ایناست و حساب وقف کردن و یک عمر در ورزش افغانستان خدمت کردن، هم در معارف و هم در کلاب ها در المپیک،
که این دو شخصیت یک عبارت از عثمانی بزرگ هستند و محترم نیرو لطیف، که ما هر دوشان البته در به حساب رفتیم، از نزدیک دیدیم، مصاحبه امرشان کردیم، که ما توجه شما را فعلا به مصاحبه محترم نیرو لطیف جلب میکنیم. لطفا با ما باشین. بیننده های تلویزیون پروگرام دنیای ورزش، ما امروز در شهر فرانکفورت آمدیم. میخواییم که با یکی از ورزشکارهای بسیار محترم سابق افغانستان که فعلا در شهر فرانکفورت زندگی میکنه با اونها گفتگو داشته باشیم، که این محترم قیوم نیروی لطیف است که ما امروز تشکر میکنیم که بر ما وقت داد در خانهشان آمدیم که امروزشان چند لحظه گفتگو داشته باشیم. استاد، شما اگر بر بیننده های تلویزیون خدا به معرفی بگیریم. تشکر. نام ما عبدالقیوم نیروی لطیف تخلص میکنم. بعد از اینکه ما مکتب خلاص کردم، در بانک رفتم، اونجا کار میکردم، از بانک باز یک بورس گرفتم، اون نشد، باز پس آمدم، از دستگاهی خلاص شدم، در نساجی کار کردم، از نساجی بورس خود گرفتم، آلمان آمدم، چند وقت در آلمان بودم، از آلمان که پس آمدم، پس رفتم در نساجی و بعد از او باعث عامل دستگاه اکسیژن نساجی افغان مقرر شدم و ضمناً ترینر تیم ملی کلاب ورزشی ثقیله بودم و رئیس فدراسیون باکس. شما استاد محترم چی گونه و چطور در بخش ورزش شما در رشته ورزش آمدین در بخش؟ ما صنفه بودم وقتی که میر عبدالرشید بیغم استاد گرامی و ما از بندیخانه خلاص شد، ای آمد ایره شما مدخان باعث مدیر عمومی سپورت مقرر کرد و این دی فکر افتاد که ما باید سپورت در افغانستان رواج بتم، برای اینکه سپورت در اون وقت بسیار کم بود و این آمد در مکاتب عالی و از بچه ها باعث از صنف هفت بچه ها به شق بوکس وزنبرداری پالمانی خوش کرد و ما و برادرم در شق بوکس رفتیم و زیر اثر آقای بیغم 3 سال کار کردیم. اسم برادر شما استاد محترم؟ عبدالواحد ناصری. استاد محترم، شما چند سال بوکس کردین و چند سال ترینری کردین؟ ما وقتی که تا مکتب بودم بوکس میکردم و مسابقه میکردم. بله. که شما را انعامات مرا ببینید. بله. و بعد از اون که از مکتب خلاص شدم و سر ازم کلاب میرفتم بوکس میکردم. بله. تا وقتی که میر عبدالرشید بیغم بوکس اعلا کرد و از استیفا کرد از وزارت معارف و وی خان اعتمادی ایوادش آمد، ما به او پیشنهاد کردم که کلاب خراب میشه و این بوکس از بین میره، شما یک ترینر خوب از آلمان بخواهید که باوز با نام کانیروکس یک ترینر نیمه سنگین آلمان خواست. او 1.5 سال که ما کار کرد، باز برازو یک کاری پیدا شد و قرارداد خدافزق میکرد میرفت، برای خدافزی که پیش وحید خان رفت، ما باعث ترجمانش رفتم و او وحید خان گفت که چطور کنیم، گفت اینمی بین بچه ها بکسر خوب است، امی میدانه کلاب معرف اداره کنم. ما اون از اون سال تا حال تا وقتی که مجاهدین آمدن مایست ترینر بودم و از ضمناً ریاست فدراسیون بوکس کمیسیون بوکس هم عهده‌دار بودم. خب، بسیار خوب. استاد قندی، زمانی که دقیق زمان شما ترینر بودین و بوکس کردین و چه شاگردان شما تربیه کردین، معلوم میشه که به هزارها شاگرد تربیه کردین و از امو شاگردای نخبه تان که بود در حافظه تان فعلا هست، اونم را اگر نام بگیریم؟ اینه برطان که کلاب معارف مثل مکتب بوکس شده بود. بله. تنبو مخصوص طلاب معارف بود. طلاب معارف و غریزه میکردن، میامدن اون در وزارت معارف و سر من اشته میکرد، من این را تصدیق میکردم، این را باعث شاگرد میگرفتم، 1 ماه 2 ماه کار میکرد.
شاگردایی که در دوره اول برآمده بودن زیر دست بقای بیگم و بعد از اون زیر دست ما و هم کلپا ساخته بودن. بعضی ها در اون کلپایی که در نزدیکای خانه هاشان بود اونجا می رفتن. از اون شاگردایی که یاد من مونده یا هزاران نفر بودن که یک نامش به یاد من نیست، از اون غفور رغبت بود که حال در کابل در کلپ داره، فیض کارگر بود، نظیر بود، علی شا بود، میراجودین بود، عزیز اختری بود، سید آقا بود، وعید بود، کریم بود، علف محمد بود، ادریس، مشفق که حال دامبورگ است، شاپور، جمشید، داود و فرید. فرید امین. شما استاد جریان صحبتهایتان که به امرای ما کردین، یعنی به هزارها شاگرد تربیه کردین، متاسفانه چون زمان که تیر میشه ارتباطات کم میشه، از حافظیتان اسمایشان رفته، کسایی که پروگرام میبینن خدا کنه که آزرده نشن که اسمشان رو نگرفتی. استاد در این زمان ورزشیتان کدام خاطره در جریان بوکس از خودتان یا از ورزشکارا باشه که بسیار خاطره جالب همطور در دلتان مانده باشه تا حاله، اگر بر بیننده های تلویزیون علاقمندان سپورت اگر شما هر سال در وقت سالگیره سالگیری بوکس سالگیری کلاب کلاب بوکس کلاب معارف بود. بچه هایی که در کلاب بودن و در کلاب های دیگه بودن یا می بودن در وزن می شدن موبایل خود یا مسابقه می دادن که در وقت ولازد شاه محمود خان هم در مجلس اشتراک می کرد. ما و برادر عبدالواحد ناصری در یک وزن آمدیم. ما که در رنگ بالا شدیم کار میکنیم، برادرم تلاش میکرد که ما را بزنم، من میکروخت بازگیرش و آخر شما مدخان خدا ببخش خیز گفت آقای بیغم یا کی چی بیشن در چیرهایشان به هم نزدیک است، گفت سای بیا بیادراز هم و گفت که بیغم تو در خانه برادران یک محتم هم اندازی یا تمام روز بودن جنگ کنن؟ نکنین. ما خلاص شدیم، گفت روی تانه بچه ماش کنین، از روی تان قرمان هستید، تو را کپ میتون، میرام کپ میتون داشتیم. این نمی خاطره ها بسیار خوب. البته استاد این مسابقه رسمی بود دیگه، سر قرمانی بود. مسابقه بود دیگه، قالب و مغلوب. از این مدالای خدا عزیز استاد محترم به حد زیاد افتخارات داره، کپای بسیار زیاد داره و یک مقدار کم شکی خودشان پسان افغانستان رفتن با خود آوردن که جای افتخار است که در او عصر زمان در او وقتا ما اتر ورزشکارای نخبه داشتیم، استادایی داشتیم که افتخارات فوق العاده زیاد برای ما کمایی کده. مدالایشان است، کپایشان در بالا ماندگی است. بر علاوه ده که بوکس میکدم در اتلتیک هم اشتراک داشتم، دویدنده های 200، 400 متر، 800 متر و 400 ریلی یا را خیز دور دیام اشتراک میکردم. این میدان ها را که شما بینید اکثر تیزی از بوکس هست و از همین دویدن ها و خیز زدن هست. اموست استاد شما یک ورزش کردیم که نام خدا شکر تال امتر تر تازه ماندیم، نام خدا نظر نشین مولا تب بخو در کلب که بودم همیشه امروی بچه ها خودم تمرین میکردم، بچه ها را تمرین میدادم تا جایی که با شیوه داشتم. بله. دیگه بعد از دیگه بود دیگه شاگرد آمد و دیگه شاگرد آمدن و خب از افتخارات کپایی هستن که استاد پسانا که پس افغانستان رفتن امرای خود آوردن. استاد قند که شما یک شخصیت بسیار برجسته، یک عمر در سپورت افغانستان خدمات بسیار برزنده ای کردین، در یک وقتی که شما مهاجر شدین آمدین در آلمان، از این تجربه هایی که شما سابق داشتین و ترنر بودین و شاگردات تربیه کردین، کلاب ها سفرهای خارجی با رئیس کلاب بودین و می رفتین، تجربه های بسیار زیاد شما با خود دارین. بله. از این تجربه هایتان کسایی که فعلا در افغانستان از المپیک ورزشکارا این یا اتر یادتان کده از تجربه های تو شما، از شما کدام نظر چیز خواستن پرسانتان کدن
بدون از تجربه اینا یک عمر خدمت کردن ورزش. آیا سر المپیک در افغانستان شما یاد شده در قدر طول سالا؟ آیا شما از شما خبرگیری کسی کرده؟ آیا شما را به افغانستان دعوت کرده؟ نیست به هیچ کس دعوت کرده در هیچ. فقط به خود ما که رفتیم اونجا امو شاگردای ما که حال کلپ ها اونجا داره و ما را دعوت کردن در کلپ های خود بردن از ما نظریات ما را خواستن و ما ادایت ها دادیم که چی کنین چطور ورزش کنین. دیگه در المپیک خود ما که رفتیم امرای رئیسش رغبت بود یک ساچشتیم اما هیچ کدام از ما کدام سوال نکردن کدام کمک نکردن کدام پرسان نکردن از ما استفاده نکردن و ما دیم یک مهاجر بودیم هر سال ما در کابل می رفتم شاگردای خودم می دیدم اما شاگردای ما از ما استفاده کردن بارا رفتیم در کلپایشان هدایت دادیم گفتیم یک کتیتر کنیم اما المپیک هیچ چیز که نکردن. ای جای تاسف است که استاد بقند که ما در شخصیت های بسیار خوب در افغانستان داشتیم بسیار افتخارات زیاد آورده زحمات زیاد کشیده اما تا که حیات هستن هیچ یاد بودشان را نمی کنن. ای امطور یک تداب در افغانستان مانده شد. امیدوار که از این بعد امیدوار استیم بعد زی بر المپیک یا بشنون بفامن یعنی شما یک گنج هستین از شما استفاده کنن از تجاربتان از نظریاتتان از ما خبرتان یک چیز بیشتر بگویم که فراموش کردم که براتان گفتم که کلاب معرف یک مکتب بوکس بود و اگر ما بگویم به هزاران نفر ما اونجا تربیه کردیم و بوکسر ساختیم و امروز اگر ما در کلاب معرف بعد از بیغم نمی بودم بوکس در کابل یا افغانستان بوکس نبود سکوت کرده بود بوکس سکوت کرده بود و ما افتخار میکنم برادمی که امو استاد گرامی ما خدا ببخشش بیغمه امو چراغ دوره ما روشن ماند نخواستم که چراغ تاریک شد گل شد. شما 30 سال به اوجه ترنر بودین خدمت کنین یک عمر است استاد واقعا قابل افتخار است. کدام گفتنی بسیار برای ورزشکارا برای سپورتمنا کدام گفتنی داشته باشین استاد؟ ما اینه باید اضافه کنم که سپورت همیشه روی جوان تازه نگاه میکنه مخصوصا در قسمت بوکس بگویم که بوکس هر کس که بوکس میکنه او را فعال میسازه بسیار با حوصله میسازه و او را تمام آفات نگاه میکنه یعنی اگه در کدام جنجال چیده مانه میتونه خود که توسط مبوس خود از اون جنجال خلاصی کنه. دیگه ما برشان دیدی که صحتشان خوب باشه همیشه با صحت باشن اینا از سپورت هیچ وقتی ایلا نکنه حتی در وقتی که مثل ما بار زهیر میشن با سپورت ادامه بدن. خب استاد محترم شما کدام پیام بر از برنامه ما سر برنامه ما کدام پیشنهاد بر بهبودی برنامه تلویزیون که ما پیش میبریم اگر کدام نظر داشته باشین کدام پیشنهاد داشته باشین کدام انتقاد داشته باشین شما رو تعقیب میکنین باشین همیشه شما تعقیب میکنین با ما با تلفنی یا مکتوبی با ما تماس دارین همیشه لطف میکنین مهربانی میکنین باز هم اگر کدام پیشنهاد یا انتقاد یا نظر داشته باشین آزادانه بر ما بگوین ما خوش میشیم. ما از این پروگرام شما هیچ خبر نداشتم یک شاگرد ما با تلفن کرد که استاد در روزای یک شنبه ساعت 10 بجه عکست در تلویزیون یک تلویزیون دیدم میره کنجکاو کردم و پرسان کردم از شاگردا که می تلویزیون بود که از طرف شما نشر میشد و بعد از اون ما اشتراک کردم در تلویزیون اگه یادتان باشه مصاحبه تلویزیون کردم من را امرای کوهستانی صاحب با حال هر روز پنجشنبه همی یک شنبه او رو من میدیدم حال خبر شدم که روزای سه شنبه شده یک پروگرام بسیار مفید یک پروگرام بسیار خوب مخصوصا برای جوان ها و هر کسی که با پرسان کردیم این پروگرام تعریف و توصیف کردن
و باید این پروگرام را دیستم و خدا شما را احمد بده، خدا شما را جور داشته باشد که این پروگرام همیشه ادامه بدید. تشکر. تشکر استاد. پروگرام خود شماست از برای ورزش کردن. یک چیز دیگه هم واسه باید با اول بگو اول کنم که ما زمنم که کارای میکنم ما باعث نطاق ورزش رادیو تلویزیون هم یک مدت بسیار زیادتر کار کردم. به می خاطر ما استاد از شما تقاضا کردیم که راجع به پروگرام ما نظرتان رو بدین، بخاطر اینکه شما یک غیر از اینکه یک شخص فنی و مسلکی در ورزش و خصوصا بوکس هستین و عمر خدمت در ورزش کردین و در پلیس یک شخص مسلکی در نطاقی و برنامه‌ریزی پروگرام بود. با ما در تلویزیون میگفتن که تو یک سیگنال هستی برای سپورت بینا و یک مدت تا که چی شد با در تلویزیون هم نطاق تلویزیون بودم هم نطاق رادیو باز مجاهدین که آمدن دیگه و خودشان اونجا را گرفتن سه دیگه ما هم گریختیم ما بایی بار ما. خب استاد قن از این که ما امروز تا آمدیم پیش شما چون ما چندین بار میخواستیم که در استودیو شما را لایف داشته باشیم، شاگردان دوستایی که شما را بعد از دیر بعد از مهاجرت میبینن از پیش شما در تلفنی سوال داشته باشه چون نظر به مشکلات را دوری را شما نتانستین و امروز ما که آمدیم برای ما وقت دادین چند کلمه با شما صحبت کردیم چند لحظه. یک جهان تشکر که هم وقت گرانبهایتان بر ما و بر بیننده های تلویزیون و بر ورزشکارا و علاقمندان بوکس دادین. یک جهان سپاس از شما از همه فامیل با از میمانوازیتان تشکر. تشکر از خودتان که امروز ما مصاحبه کردین. ما شما بسیار تشکر میکنم که از راه دور آمدیم. یعنی اگر من میتونستم پای کش می بود یا سلام می داشتم برای که ما یک تکلیف پای پیدا کردیم از اثر بسیار ورزش و یک غلطی بسیار کنادی که ما کردیم که وقتی که اینجا آمدیم ورزش ترک کردیم. ما یک چیز هم برای ورزشکارا می گم که در سطح را باید یک بزرگ بفهمم که تا وقتی که می تانن ورزش اعلان نکنن. اگر ورزش می کنن و در ورزش را یک وقت اعلان می کنن اکثر نوشته بسیار خراب گرفتان میشه. من شما تشکر میکنم خداوند شما را قدرت بده که همین پروگرام ادامه بدید. تشکر. لطف کنید. تشکر استاد. زحمت کشیدین. لطف کنید. تشکر. با شما از قرای دور زحمت کشیدین اینجا آمدید. خواهش میکنم. وظیفه ما بود. شما قلبا من تشکر میکنم. خواهش میکنم. وظیفه ما بود استاد که استادا را ما قدر کنیم، یاد کنیم و زحمتایش، فعالیتایش که بر نسل جوان در اینجا هستن یادآور شویم که ما شکر اتر استادا داشتیم که اقضا همات کشیدن و اقضا شاگرد در افغانستان تربیت کرد. تشکر زد. من شما تشکر میکنم. خدا شما را زنده داشته باشه، جور داشته باشه، موفق داشته باشه و پروگرام همیشه جریان داشته باشه. تشکر. لطف کنید استاد. تشکر.
خب دوستای عزیز، شما مصاحبه استاد محترم نیرولطیف را دیدین که واقعا عمر را خدمت به ورزش خدمت کرده بودن. خب ما در این زمینه ما میخواییم که با یک دو ورزشکار که اینا هم در ورزش افغانستان و افتخارات بردست آورده بودن، خصوصا در رشته بوکس و سابقه زیاد در رشته در ورزش بوکس دارن، که با اونا میخواییم که ما راجع به استاد یک گفتشونی رو داشته باشیم، که یکیشان از جمله محترم آی صاحب صمیم صمیمی است که ما اونا را در روی خط داریم و توجه شما را جلب میکنیم که اونا چی گفتنی دارن. آی صاحب سلام علیکم، رسول کوهستانی هستیم، از پروگرام ورزش هامبورگ شما را زحمت دادیم. سلام علیکم کوهستانی صاحب، من حاضر هستم امروز شما صحبت کنم. اولا من از شما جد زار سپاس شکران میکنم که همچون پروگرام های ناو بر ما ورزشکارات و ترتیب میکنی، و ثانیان از سلام های گرم و صمیمانه خود خدمت استاد محترم نیرولطیف تقدیم میکنم و از دور دستای مبارکش میبوسم. دیگه میخوام که راجع به شخصیت استاد یک چند صحبت کنم. استاد محترم که اولین ترینر در رشته بوکس بعد از استاد بیغم هستند، اونا هزارها و هزارها شاگردان تربیت کنند و مدت تقریبا 35 سال یا بیشتر از اون در کلاب تریم تربیت مزدر خدمت شده، و البته ما ورزشکارا مدیون احسان و سپاسگزاری ازشان میکنیم که رشته را با دل جان نگاه کردن و در افغانستان شاگردهای ممتاز تربیت کردن. حتی در مسابقات داخلی و خارجی شاگردانشان افتخارات را در این ورزش به دست آوردن که همه ما مدیون احسان استاد محترم میدانیم. همچنان باید بگویم که استاد یک شخصیت بسیار عالی دارن، یک آدم بسیار متواضع بودن. ما در 30-35 سال که امروشان البته شناخت داریم، یک روز هم ما ندیدیم که خمه چه ابرو کرده باشه یا قهر شده باشه سر کسی، یا بد گفته باشه، زشت گفته باشه. یک انسان بسیار صمیمی با همکارایش، با ترینرها، با بوکسرها بوده. عرض قدر در مورد چند توصیف کنیم کم هستن، اما باید بگویم که از استاد محترم هیچ نوع قدردانی در المپیک و در سایه ورزش نشده. با وجودی که اولین ترینر بوده و اولین رئیس فدراسیون بوده، اما متاسفانه امروز القاب بابای بوکس، بهترین ترینر، مؤسس بوکس، اینا به شاگردان از اونا داده شده و از استاد محترم هیچ یادآوری نمیشه. متاسفانه هستم که بله، امیدوار هستم که المپیک هم در این مورد و ریاست تربیت وزارت معارف هم در این مورد توجه کنه. در امی البته آقای صاحب، ما هم تبریک یاد کردیم. از طریق این برنامه کوشش ما همیست که همین مسائل باید کمک مورد توجه دولت افغانستان و المپیک افغانستان و خصوصا فدراسیون ها قرار بگیره و متوجه شوند که یه اشخاص باید اقلا قدر شوند، اقلا ازشان یاد شوند، و اینا روی مجبوریت های که ما شما مهاجر شدن و از اینا به وقت و زمانش باید یاد شود. خب آقای صاحب، گفتنی خود زیاد است که یک سوال از شما کنم که شما کدام خاطرات در مسابقات که رفته باشین، امرای استاد یک جای بوده باشین، کدام خاطره بسیار جالب خوبی اگه داشته باشین یاد کنین؟ ما یک خاطره کمینال یادم آمد، مثلا یک مسابقات در مسکو رفته بودیم. پیش از اون مسابقه ما در مسابقه تبلیسی، مسابقه بین المللی بودیم، رفته بودیم مقام دوم گرفتم. بعد از اون ما رفتیم مسکو در سپارتکه اشتراک کردیم و استاد محترم امرای حسنی صاحبشان به سعیت آمده بودن به کار دیگه. تصادف ما در جریان مسابقه بودم، هم دول مسابقه بود، چون حریف های ما روسا بودن، تقریبا و قهرمان چه اروپا و قهرمان خود شوروی سابق بودن. البته ما ترس داشتیم چون سویمون کمتر بودن نسبت از و دمیران. اول ما یک کم ضعیفی نشان دادم، درم دیدم تفریق شیشتم، استاد
دیدم در جمع تماشاشی های سال شیشته و استاد شد استخدام بالا کرد مرا تشویق کرد و حسینی صاحب و من چنم. بعد از اون باور کنیم من در راوند دومه مسابقه را بسیار به خوبی بردم که استاد و حسینی صاحب اینا شیشته بودن زیاد تشویق کردن و زیاد مسابقه خوب انجام دادم. متاسفانه که در این مسابقه استاد شاهد است که در غلطی کردن ریفریا مسابقه مرا به حساب باخ گرفتن دوسته که یک خاطری بسیار خوب است که به اثر اندک تشویق استاد من تانستم در آمد دوم مسابقه را به بسیاری خوبی ببرم. خب دیگه وقتی که شما استادت سر شما کار کرده و زحمت کشید در پولیتان دیدین نیرو گرفتین و مسابقه را تانستین که بسیار بسه. همچنان یک خاطره بسیار زیاد استاد در جریان تمرینات کلاب و کلاب دارم که همیشون ها با وجود که تمرین ما را میدادن زحمت میکشیدن مثل یک پدر دست میکشیدن برای ما و ما را بسیار تشویق میکردن و محبت میدادن که اینا را هیچ وقت البته فراموش نمیکرد. بسیار زیاد تشکر آقای صاحب، لطف کردین. تشکر از خودتان که یک جان تشکر می پروگرام های شماست که ما ورزشکارها را با هم وصل میکنه، زمینه رشد استعدادهای ورزشکارها را در جامعه افغانی در خصوص در خارج معیا ساخته. از شما یک جان تشکر. بسیار زیاد تشکر، لطف کردین، سلامت باشین، سلام میرسین تمام ورزشکارها، خداحافظ شما، شب خوش. خب دوست عزیز، شما از محترم آیسب سمیم جان سمیمی شنیدین. میایم یک ورزشکار دیگر روی خط میاریم که اینا هم یک عمر در بوکس افغانستان بوکس کردن و از شاگردای استاد بودن. اینا را هم روی خط میاریم. ایشان محترم نور سخی زاده هستن که در آمبورگ زندگی میکنن. سلام نور جان، رسول هستم کوهستانی، از پروگرام وعده شما را زحمت دادم. عرض سلام و ادب خدمت شما و از طریق شما به برنامه خوب شما که کسانی که صدای مرا میشنون احترامات تقدیم میکنم. قراره که من پروگرام شما را تعقیب کنم، فکر میکنم درباره استاد بزرگوار محترم آقای نیرو لطیف شما کدام پروگرام دارید؟ بله، آن مصاحبه شما شما دیدید. ما خواستیم که از دو شاگردش شان به شکل مختصر یک از اونا هم بشنویم که راجع به استاد چی گفتنیای دارن، کدام خاطره خوب خوش امر خاطرات خوش خود زیاد است، کدام خاطره که امر استاد داشته باشین. شما به شکل مختصر اگر لطف کنین تشریح بدین. در قدم اول پیش از این درباره استاد معلومات بتم، ما جان سپاس تشکری از شما میکنم که شما همیشه زحمت کشیدین این پروگرام را که جور کردین، واقعا زیاد ورزشکارا رو تشویق کردید. ما شما بازم جان سپاس میکنم که چون در اروپا یک ذره مصروفیت هم زیاد است، مگر بازم شما هم از پولتان هم از وقتتان مصرف میکنین به سر ورزشکارا، تشکری میکنم از شما. تشکر. و در قسمت استاد بزرگوار آقای نور لطیف هر چقدر که بگویم بازم کم است. من وقتی که بوکس رو آغاز کردم بعد از یک سال دو سال بعد که در تیم جوانان رفتم همراه استاد نور لطیف معرفی شدم، گفتن که اینا رئیس فدراسیون بوکس هستن. بعد از او تصادف که هفته اگه یادتان باشد در وقتهای سابق هفته یک بار تلویزیون بود که پروگرام ورزش بوده که شبای جمعه که ما پروگرام های زنان رو تحقیب میکردم، اونا همی خبرهای ورزشی را نشر میکردن. دیگه از اون روزه که از اون سواله که همراه استاد معرفی شدیم اتو فکر میکردم که من ایره چندین سال است مشناسم، به خاطر که یک شخص بسیار مهربان، مدبر، صمیمی، مثل یک پدر وارده که مثل یک پدر که همراه اولاد خود رویه میکنه، اونم تو شناخت پیدا کردیم. و خوشبختانه یک خاطره خوش دارم که در سال 1984 ما یک سفر داشتیم، پنج نفر در این سفر بود که یکی ترنر و روسی بوده پشا به صفت رئیس تیم ما آقای نیروی لطیف بوده و سه بوکسر بوده که یکی آقای صاحب صمیم جان صمیمی و دیگرش محمد زمان جان کارمند و خودم بودم که خوشبختانه در مسابقات که رفتیم نتیجه خوبم گرفتیم. وقتی که
دو راوند ما بازی کردم، در راوند آخر راوند دوم آمد پیشم گفت اما تو که کار کردی آفرین به شما آمدت، یک راوند دیگر آمد تو کار کن. خوشبختانه که مرا بسیار مورال مرا بسیار بلند ساختک، ما تانستم که یک راوند سوم هم بسیار خوب کار کنم و خوشبختانه بعد از چند مسابقه ما تانستم که یک مدال بر افغانستان کمایی کنم. وقتی که دوباره پس آمدیم، چون به صفت رئیس تیم ما بودک به رئیس المپیک آقای حسنی معرفی کرد که از طریق ریاست کمیته المپیک آن وقت مقدار تقریبا 10,000 افغانی مرا تحفه دادن که این خاطره است که هیچ فراموشم نمیشه. و وقتی در سفر هم که بودیم بعد از مسابقات، تا وقت مسابقات زیاد زیر کنترل یا بودیم، بعد از مسابقات فقط مثل دوست رفیق برادر بسیار صمیمی بودیم. متاسفانه من کمک دمی شب روز زیاد مصروف هستم، دمی یک مدد کم اولش ندارم، مگر نه همیشه اولش از طریق تلفن هم میگرفتم. یک دو سال پیش یا سه سال پیش که ما افغانستان رفته بودیم، امرای استاد دلاتیف رفتیم، ریاست المپیک هم رفتیم، در کلاب معارف هم رفتیم، مصاحبه های تلویزیونی هم داشتیم. واقعا استاد است که قابل احترام است. بسیار زیاد تشکر آقای سخی زاده لطف کردین از صحبتاتون. دیگه شب خوش براتون میخوایم، کدام گفتنی دیگه اگه داشته باشین. ما فقط تشکری میکنم از شما که اما تو شخصیت ها را شما یادواری میکنین یا یادش هم میکنین، بازم سپاسگزاری میکنم از شما. موفق کامیاب باشین. تشکر. لطف کنین. شب خوش. فامیل سلام شما. خداحافظ شما. خب دوستای عزیز، شما شنیدین از دو ورزشکار بوکس. گفتنی ها زیاد است، ما هم میخواییم صحبت کنیم، ولی ما مصاحبه دیگه داریم با استاد بزرگوار عثمانی صاحب بزرگ که اونا را هم ما میخواییم که به معرفی بگیریم. و ضمن تلفن ها زیاد است دوستای عزیز، در قسمت آخر پروگرام ما میخواییم باز تلفن های شما را هم جواب بدیم، ولی یک خواهش دارم از ورزشکارای عزیز، ما یک ساعت برنامه را که امکانات مادی ما وجود داشت، یک ساعت برنامه را ما به حساب ریزرف کردیم به ارتباط همین موضوع دو پروگرام، یعنی دو مصاحبه دو شخصیت بزرگ ورزشی ما و ضمن دو سه مصاحبه که با ورزشکارایی که با اونا ارتباط داشتن. کسایی که علاقمند هستن اگه میخواهند یک نیم ساعت ما دوام بدیم این برنامه را که کلگی ورزشکارا و کسایی که میخواهند صحبت های داشته باشن، گزارشات و گفت های داشته باشن، لطفاً در استودیو صحبت کنن، که بزنن یک نیم ساعت اسپانسر شون برنامه را که ما بتونیم نیم ساعت اضافه تر در عمر دوام بدیم. خب حالا میایم به مصاحبه استاد بزرگ عثمانی صاحب. توجه شما را جلب میکنیم، تلفن ها زیاد است، تا آخر پروگرام ما انشاءالله کوشش میکنیم تلفن های شما را بگیریم. لطفاً توجه تان را میخوایم. ورزش ما امروز شهر فرانکفورت هستیم، آمدیم که یکی از استادا بسیار تنومند و قهرمان و بسیار پرکار که همیش خدمت های بزرگی در بخش سپور بر افغانستان کردن که ما از نوا دیدن کنیم و با ایشان یک گفت و شنید داشته باشیم. توجه شما را به این استاد محترم که خودشان بر شما بینده های تلویزیون خود معرفی میکنن جلب میکنیم. تشکر. لطف میکنیم. من زین العابدی عثمانی، فارغ التحصیل سنف شش مکتب آشقان عرفان، تبدیلن به لیسه حبیبیت در سنف چار. بعد از سنف چار دوام دادیم تا به صنف 12 فارغ شدیم، دو سال فاکولته حقوق خلاص. بعد از به خود پوهنتون شامل کار شدیم قسمت بعیس عجیل، بعد از بعیس رسمی. بعد از اون من نظر به تقاضای دولت بعیس مدیر عمومی سپورت معارف مقرر شدم از پوهنتون و در معارف بسیار زحمت کشیدیم، بسیار کار کردیم. راستی که به یاد من بسیار زحمت کشیدیم، تیمای فوتبال روی کار کردیم، تیمای منتخب شد باسکتبال روی کار کردیم، والیبال، هندبال، باسکتبال، اندیگه پالوانی، وزن برداری، اتلتیک خفیفه در معارف عیار کردیم و همیشه مسابقه کردن، همیشه مسابقاتشون در دو وقت سال، در بهار و خزان مسابقاتشان همیشه به طور منظم جریان داشته. بعد از اون
مرا باز رای کردن به امریکا. به امریکا رای کردن، به امریکا رای کردن. به اونجا تحصیل کردن، هم انگلیسی خواندیم، هم سپورت های تمام ایالات متحده تقریبا از لس آنجلس و از کالرادو و از دنور و از دنور و کالرادو و یک شهر دیگه امریکا دیدن کردیم و کار کردیم و زحمت کشیدیم. بعد از او باز به سفر محمدتو بود که من باید یک ماه ژاپن برم. در ژاپن مؤسسات ورزشی از اونا را دیدم، بعد از ژاپن هنگ کنگ را دیدم، بعد از هنگ کنگ تایلند را دیدم، بعد از تایلند سپورت های هندوستان را دیدم. پس آمدم در کابل، پس آمدم در کابل که آمدم در اینجا پس به مدیت سپورت معارف همیجا از اینجا کارم بود و بود و بود و تا وقت 1352 دوران داود خان من به اسم معاون المپیک مقرر شدم. معاون المپیک مقرر شدم دو سه سالی که داود جا بودیم اونجا برای کلپا اساس نامه ساختیم. اساس نامه کلپا را مجلس حقوقی دولت پیش کردیم، دولت اساس نامه از اونها منظور کرد، منظوری از اونها را به خود ولایت به خود کلپا ابلاغ کردیم. بعد از او باز خود ما سرسپورت های تیمای ملی، تیمای والیبال، تیمای باسکتبال، تیمای اتلتیک خفیفه، تیمای وزنبرداری، تیمای پالونی بسیار زحمت کشیدیم. اما آقای اعتمادی کوشش میکرد و احمد پالیش استاده بود تا وقتی که حزب دموکراتیک خلق افغانستان آمد در سال 1357. بعد از او رقم گپ و سخن گدوات شد بیخی و تنها من ماندم. برای آقای اعتمادی اعلان کردن که شما در خانه بودین، معاونتان به اسم رئیس سرپرست ریاست کار میکنن. ما شروع کردیم به کار، دوام دادیم دوام دادیم دوام دادیم تا وقت از یکی از نفرهای خلق یک نفر به آقای علمزوی آمد به اسم رئیس مقرر شد و امرای من تقریبا روش خوب نبود چون او نمیفهمید و من بعضی چیزها را برش میگفتیم به فکر میکرد که من غلط میگم. خب به هر صورت به یک گفتار زبانکی تند من تبدیل شدم به وزارت معارف. پس آمدم به ریاست تالیف و ترجمه. در ریاست تالیف و ترجمه در اونجا من خودم خوش بودم. اونجا به خواست خود وزیر آقای یعقوبی وزیر بود. اونجا رفتیم و من شروع کردم به نوشتن دو کتاب، کتاب بازی های روی کوچه و کتاب بازی های دور دنیا برای صنف اول تا به هفت، صنف اول تا به شش و از هفت تا به ده، از ده به دوازده. تمام من تانستم موفق شدم که دو کتاب زیر تکمیل کنم. یک کتاب دیگه یک صنف ده تا به دوازده بود، متاسفانه که تکمیل نشد و ما آمدم به طرف هندوستان. در هندوستان آمدیم، از هندوستان آمدیم طرف چیز، طرف جرمنی. خب استاد قند که شما دید اقه وقت دید دوران که شما از سفرهای خارجی و افتخارات ورزشی شما چی افتخارات و چی والا من شما بر شما بایم که از سال 1950 بعد بازی المپیک آسیایی رفتم. بله بازی های آسیایی چی رفتم؟ دیلی جدید رفتم. در سال 1954 در فلیپین رفتم. بعد از تقریبا 13 سفر من در شورای شوروی کردم با اساس پروگرام های قرارداد کلتوری. بعد از او البته شما استاد به صفت ورزشکار رفتین یا به صفت رئیس هیئت؟ به صفت ورزشکار. به صفت ورزشکار اینجا سفر کردیم. بعد از اون باز مسابقات آسیایی بود در کویت، در اونجا شرکت کردیم. بعد از اون باز در تهران شرکت کردیم در مسابقات. میبخشین استاد قند، ورزشکارا خو اکثر یعنی کلگی مشناسه شما را، چهره شناخته شده است این زحمات و کارهایی که شما به بخش سپورت کردین و کسایی که بیرون از ورزش هستن نمی‌فهمند شما در کدام رشته سپورت
دسترسی داشتین؟ کدام سپورت را پیش می بردین که سفرها کردین یا افتخارات را شما بدست آوردین؟ من یکی از فوتبالرهای معروف افغانستان بودم. بله. وقتی که سفر می شد، انتخابات هم می شد، مثلا سردار آقا تشریف داشتن، دیگر غلام علی خان رئیسی سپورت اردو تشریف داشتن، عبدالمجید خان وزیر معارف تشریف داشتن در انتخابات، ما و دکتر امید افضل و دکتر کریم عفت سه نفر انتخاب نمی شدن، یا انتخاب شده هستن. بله. چون بسیار در رشته خود لایق بودیم. بله. ما انتخاب نمیکنم، ما که تیم مترکوی به انتخاب میرفتیم هر جایی که تیم میرفت. بله. ولی چنانچه که در بازی های تهران هم به می شکل رفتیم، در بازی های کویت هم همونطور رفته بودیم. اما استاد، در می سفرها که شما میرفتین به خارج، سفرهای خارجی داشتین، مسابقات داشتین، نتایج هم داشتین؟ بله. فرض کنیم ما رفتیم در بازی های المپیک مسکو، بله. المپیک جوانان. بله. در اونجا بازی کردیم ممرای و فرانسه. می بخشین در کدام سال بود اگر در سال 1957. خب. بازی کردیم با تیم استرالیا، با تیم الجزیره، با تیم یکی از تیم های شوروی به نام لوکوموتیو. بله. در گروه بازی کردیم چهار بازی کردیم، دو تیم رو بردیم، یک تیم هم مساوی شدیم امرای شوروی. ما تیم افغانستان و لوکوموتیو شوروی در فاینل برآمد. ما در تیم لوکوموتیو شوروی 3-2 باختیم. ما مدال نقره گرفتیم، اونا مدال طلا را گرفتیم. خب. بله. بسیار. استاد، در سفرهایی که داشتین شما، در این مسابقات که در یک مدت طولانی شما ورزشکار خوب سرشناس افغانستان بودین، کدام خاطره خوش ورزشی اگر داشته باشین؟ خاطره خوش می بود که برای شما بگویم دیگه، که اول دیگه از دل خود باید بکشم که از آمرین سپورت یا آمرین پانتون کی ده بود که مرا دوست داشت؟ فرض کنیم که دکتر عمرخان وردک معاون پانتون یکم مرا دوست داشت، کم ندادند. دکتر عثمان خان هنوری که رئیس پانتون بود بسیار مرا دوست داشت. دیگه برای تانگویم در مکتب ایبیا که بودم، محمود خان کریمزاده مدیر مکتب بود، حتی مرا سرپرست مکتب ساخته بود که مرا روان میکرد که یک گروه رسالت های تفریق برو در سینما ها، در فلان سینما، فلان سینما، بیبی که بچه های مکتب اینجا چقدر رفته، کورش را کش کرده بیار. فهمیدید؟ بله. دیگه کیر و بویم که هر کسی که بود بسیار مرا دوست داشت، یکقدر محبت داشتن امرای من، یکقدر لطف میکردن، یکقدر شفقت میکردن که اندازه ندارم. دیگه بسیار خاطرات خوش ورزشی، یکقدر که من فکر میکنم که خاطرات خوب داشتم و خوش داشتم، هیچ کس نداشت. بسیار. استاد، ما پیش از این که امرای شما مصاحبه داشته باشیم، ما البومای شما را دیدیم، البومای از سابقها در اینجا چند قطعه عکس ما دیدیم و کل البوم پر از عکس های سابقه ورزشکار هستن، کسایی هستن که بسیار وقت سرشان تیر شده. بله. اگر شما راجع به می چند عکستان صحبت کنین، بگوین که این یا کی بودن، از کدام دوران هستن؟ این عکس از 1954 بازی آسیایی بود که در هندوستان شد. بله. و ای ساختن بازی های آسیایی را امیر جواهرلال نهرو بسیار پافشاری کرد، که با رؤسای همه کشورهای آسیایی خودش در دیلی مصاحبه کرد. بله. که نماینده افغانستان دکتر نجیب الله تورویانا بود. یک موجود است. بله. و ما به اساس نظر همینا تیم افغانستان گفت دمی بازی های شرکت کرد. بله. که نمی نفرهای کس مثلا فرض کنیم که اسماعیل خان نورستانی، بله. قیوم بیست، انور خان شاغاسی، بله. خلیل خان یوسفزی، حکیم خان رشید، حفیظ الله خان زمریالی، موسا خان عظیمی، ابراهیم خان نورستانی، بله. و عبدالرحمن جهانگیر، مادلی خان دستگی زاده، غفور ژاپنی، زین العابدین عثمانی، عبدالرحیم عبوی، نورالدین نوراله، علی آمد، دکتر فتای نجم، آشم خان، بریاله ناصری، حتی بچه فرقه میشه، بچه فرمات خان فرقه میشه، نکمامد میوان،
و زلمه غازی بچه شما متعال. نام خدا استاد، نام خدا، نام خدا از نظر بد دور باشین. شما یک عکس که از معلوم میشه از بسیار وقت است. بله. از بسیار وقت است. شما نام خدا حافظه بسیار. از کدام سال است؟ از کدام سال؟ 1954 گفتم. 1954. نه 1950. 1950. یعنی نام خدا اسمای همگیشان به یادتون است. ما از 5 سال پیش که میبینیم. تا جایی که حافظه یادین بکنه سیب خونه. خب دوستای گرامی، باز معذرت که مصاحبه قطع شد. تلویزیون پیام افغان ضرورت به اعلانات داره که باید اعلاناتشان در وقت معین باید نشر شود، نظر به قراردادی که با مشتری خود دارن. دیگه بازم ما مصاحبه رو دوام میدیم، توجه شما رو میخواییم. عکس دیگه هم است، اگر راجع به این عکس هم صحبت کنه اگر اینجا این عکس است. بله بفرمایید. این عکس غنی خان اثر، بله، عرب خان، شیر بادر خان، سید کریم خان، دیگه نزیر جان سراد رئیس لوجستیک وزارت دفاع ملی، عبدالوحید اعتمادی، سید کریم خان علوی، سردار آقا، دکتر اسماعیل خان علم، اسماعیل خان نورستانی، قیم خان، ابراهیم خان نورستانی، عبدالرحمن خان جهانگیر، عزیز خان، دکتر ابراهیم، دکتر تایز سیفی، بابا شاهب. سر یک عکس کمک تشریح کنین. یک عکس از کدام زمان بود، کی بود، در کجا مسابقه داشتین؟ به فرمایش داود خان این عکس تشکیل شد. داود خان خواهش کرد که یک تیم از موبایل بایا بسازید که من ببینم که سپورت چقدر اینا سر سپورت علاقه داره، خود از اینا چطور بازی میکنه. بازم امی تیم در جست امی 26 سرطان مایل در استادیوم ساختیم و تشکیل کردیم، امیان را بازی دادیم. داود خان بسیار خوشی کرد، از این تشکر کرد. داود خان وقت رئیس جمهور بود یا صدر اعظم بود؟ رئیس جمهور. رئیس جمهور بود. این امی اکس از اون دوران رئیس جمهور داود خان از نایی. یعنی در امی وقت استادیوم نو تشکیل شده بود؟ نه، استادیوم خوب وقت استادیوم شما بود خان تشکیل کرد. شما استاد ببخشین در معارف هم کارهای زیاد کردیم، مگه سر معارف صحبت کنیم که سوال خلام استاد خانم بیا سوال است استاد جوابش بدین. رسول جان سوال خب ما وقتی که وقتی که آمدم در سال 1945 بله از پوانتون در معارف مرا آوردم، در معارف من شروع کنم. اولین کاری کردم امروی کلفا فیصله کردم که باید کلفا بچه های معارف اعلام کنم. بچه های معارف من خودم تیم های منتخب معارف هم میسازم که سخت داره که بچه های معارف بگیره. اگر بچه های معارف در بزرگ در کلپا خود میگیرن و نمین در معارف و از وزید معارف هم بطور هم رو که فوراً از مکتب خارج شد. این همی شاگردای اینی شاگرد هستن. خب ایران بخورم نامای شد شاگردان نیستن البته چی تیم ها تیم منتخب معارف معارف هست که پسان باز این همی تیم ملی بود نی؟ تیم ملی شد بله. یعنی برتان بویم سیب که هم بچه های للی رحمت الله برادر صادرالله رحمت الله احمدزی بله. وکیل خان، اسماعیل خان بانک، صادرالله، یاسین خان، مخورم دیگه سلطان نجن، منعم، غفور، مونم کبیر، سید عظیم شاه، صابر روپرور، عبدالله منگل، فاروق بچه ماسیدی خان، زمان عثمان، بصیر ناصری، مولوی زاده، فرید مولوی، کریم زاده، غفور و اسد کاظمی. خب بسیار خوب. با این تیم شما سفرهای داشتین استاد؟ ما خودم بعض وقت بله باعث رئیس کرکت شد بودیم. باعث رئیس بودیم؟ بله. آیا کدام افتخارات کدام؟ بله. یعنی تیم در بغداد در مجای آسیایی بازی کرد. بله. در بغداد. یک امروی بغداد مساوی کردیم. در موجه هم تبصره همه تو چسبید که آره باید سر تیم افغانستان رو باید حساب کنیم.
باید داره تیم افغانستان هم باید حساب شما این دوره داود خان بوده باره؟ نه پیش از داود خان پیش از داود خان پیش از داود خان بوده استاد شما از این تجربه زندگی تان از یک عمر که شما به بخش ورزش تیر کردین و خدمات بزرگ برای ورزش کردین که یعنی تال برقم شما یعنی بسیار کم دیده میشه شما چی پیام برای ورزشکارا برای ورزشکارا داریم به نسل آینده برای آل پیلان برای اولمپیک برای پیشرفت سپورت افغانستان در تا جایی که من خودم یعنی در این کار بودم شامل بودم به خصوص همراه تیم پالوانی که به بغداد رفتم شما باور میکنین که و فکر و نظر من بسیار یک گپای بسیار خوب بسیار خوش برای ورزشکارا پیدا شد به خاطر از اینکه تیم پالوانی که در اوجه رفت تیم پالوانی 7 نفر همراه من رفته بود بهترین پلیرها و رفت از این مدال طلا و نقره و برونز استاد اگر میره مفصل تشریح کنین کیا بودن؟ کیا بودن؟ بله نجف پهلوان نجف مدال طلا ناصر جوالی ناصر توچه مدال طلا دیگه غلام صدیق زرگر مدال طلا ناصر جوالی مدال طلا دیگه ناصر توچه مدال برونز و چیز غلام سخین مدال نقره خب نام خدا بله بازی از اتر بود که دمید سفیر استاد خلیدی بود دعوت کرده بود عبدالرحمن پژوار که همراه دو سه سکرترش هم از ملل متحد آمده بودن و رو هم آوردن در استادیوم بغداد مسابقات دیدن دکتر سه پژوار بعد از اینکه مسابقات خلاص شد بیرقهای بیرق افغانستان 7 افراد از استادیوم بغداد بالا شد از اون بپرسان کرد که آقای عثمانی راسته بگو که پالوانا از افغانستان هست یا نیست مفتون بگو از خودش رو بخواهید از خودش رو پرسان کنید و تیخو ایران خواست و پرسان کرد کل از یک فهمید که آقای از افغانستان هست تلفون گوشه که برداشت از دمیزه که داود خان گپ زد که داود خان بسیار دیر نزاد که داود خان آزاد داد آخر گفت که با برادر بروز گفت میفهمی که 7 دفعه بیرق افغانستان در استادیوم کلان که 50 کشور خارجی شرکت کرده بودن 7 دفعه بیرق افغانستان بالا شد داود خان بسیار خوش شده باز ما بود کابل آمدیم باز امر کرد که در میدان تیارت تا استادیوم پالمانا را پذیرایی کنیم گل بپاشانیم سرشان فرداش باز باید در خود صدارت که میاره ببینیم باز دوم بود که فرداش که رفتیم به آقای اعتمادیان رئیس به خدا و بخشش هم بود از یک چند سوال کرد داود خان جواب گفت باز روسای بس سابقات بغداد چون آقای عثمانی بهش رئیس رفته بود از خود دیم پرسان کنه باز از نکه پرسان که من یکه یکه برش کل چی توضیحات برش داد بسیار خوش شد گفت خو آقای عثمانی یک قدر که جان فشانی کردین و یک قدر مدال گرفتین و آل برای جام کنم چیز دستابق داشتید کنم طریقی که برای جواب کنم توفر کنم تقدیرنامه کنم تقدیرنامه درجه 2 درجه 3 یا جایزه نقدی برش بتین برش داده باشین مفتون میشه بلا کنم خود بوجه تو کنم رای نداشتیم برش دار تشویق کس بگم باز دو خیلی خودت تو کنم یک پیشنهاد کنم بر من پیشنهاد بده سید عبدالله وزید مالیه را سبا بر من بیاره باز من برم پیشنهاد مفصل نوشته کنم با دادم با سبا وزیر مالیه سبا 12 به دو بود تلفون که سکرترش بهم که شما رو وزیر سر مالیه خواسته رفتم باز مالا قمانداد گفت و این از اول بسیار خوشی کرد بسیار شما لطف کرد و شفقت کرد یعنی امرام دادن از عایدات ورزش استادیوم که به پالوانی که طلا گرفته 20,000 به پالوانی که مدال نقره گرفته 15,000 و پالوانی که مدال برونز گرفته 10,000 همچنان به خلیفای زنان خلیفای زنان اگر صدیق زرگر فرض کنیم شاگرد خلیفه امیرجان است خلیفه امیرجان هم 20,000 یا فرض کنیم یکی دیگه شاگرد خلیفه نظام بود به خلیفه نظام هم 15,000 به خلیفه رحیم هم 15,000
یعنی هم خود بازیکنها را تشویق کرد و هم امو ترنرهایشان واقعا ترنرها خود رول مهم دارد برای علاقی ازی برای علاقی برای دوامخان نمیگه همطور در دستاویز من که در مسابقات 23 سرطان که فوتبال افغانستان بازی کرد به نام کابل الف و کابل بی شاید چیز کوهستانی صاحب شاید باشد بله ما شاید هستیم برای زنام صاحب از اون ماهی دوردش یک لگ روپه برای تیم کابل الف داد یک لگ روپه برای تیم کابل بی یک لگ روپه برای تیم باسکتبال امیه که در مجستش البته اوجه استاد اگه فراموش نکنه تیم هم نتیجه داد نه تیم برد بر تیم پارمونی داد برای خلیفه هاش امام ترکوی پیش استاد خو اینمی سپورت هست که یک مملکت در جهان معرفی میکنه بیرقش به احتزاز میرن اما ورزشکارا بودن که اف دفعه بیرقش در بغداد بلند کرد بله. برای کلگی 50 کشور یا 50 چند کشور در اونجا که اشتراک کرده بله. برای کلگی بله. او را به معرفی گرفت که افغانستان اقرد تیم افغانستان باید اول شده باشه در اونجا شاید اول شده باشه بله. و یه مدال گرفتن بله. مدال مسابقات جهانی است جهانی بود که یعنی او افتخارات در اون زمان در اون وقت خود آورده بود برشان بسیار کلان گفت بود و این 15000 مدرس میخوام خدمت شما کوهستانی صاحب سوال کرد که مسابقاتی که تو میادین بین المللی انجام میشه بازی یک کتاب داره بله. یک کتاب داره که در اول و دو بسیم در اون کتاب داخل میشه که مدال های گرفتن که جوایزی که گرفتن که توفه هایی که گرفتن که همه چیز در اون کتاب ثبت میشه درست میشه بله خوب استاد استاد شما تون وقت شما رو ما زیاد گرفتیم گفتنی ها بسیار زیاد است از شما که ما روزها و شبها بشینیم و مسایم کنیم اما یک سوال دارم مثلا به اجازتم استاد استاد دمی تشریحات کرد که بسیار خلاص تشریح کرده یک عمر ورزش ده یک ساعت ها و ده برنامه را هم که سر استاد صحبت کنیم و نوز هم کم است بله. اینقدر کار و زحمت و افتخار که استاد در ورزش افغانستان در تمام ورزش خصوصا فوتبال اینا انجام دادن امروز که مهاجر هستن در این سن سال که رسیدن میخوام از خودشان بپرسم که آیا از طرف دولت افغانستان المپیک افغانستان یا فدراسیون های خصوصا فدراسیون فوتبال با شما کدام ارتباط هست؟ از شما یاد میکنم؟ من خدمت شما عرض کنم که فقط تنها و تنها من یکانه چیزی که دیدم ورق وقتی که ورق عرض از وزارت معارف رفت من از وزیر آقای بشرمند بود وزیر معارف با او گفتم که من دختر خودم میبرم هندوستان برای تداوی امیر اگه امر بتیم چقدر من خوش میشم او امر داد کارش خلاص کردیم خلاصه که رفت در صدارت ایزایی که در امنیت دولتی این پیش یعقوبی صاحب رفت پیش یعقوبی صاحب رفت تار خوب چون میگشت توی طرف و طرف و دو کشور برود دو کشورهای خود ایالت افغانستان این تال خورد و تال خورد و تال خورد و تال خورد موجان به خلق دختر امتا خفه بوری بود رئیس پتاش که موجان برود چرا خفه استی و فالا این ترکوی مربابی میبرد انتوستان برای قرضش در امنیت دولتی برای معاون امنیت دولتی که تلفون کرد و والای ورقش در سر میز وزی صاحب است چون این معمول زود به اول است خب دوستای عزیز ورزشکاران گرامی شما مصاحبه استاد محترم دیدین ما فعلا یکی از ورزشکارا که عمر خودم اینا هم در ورزش افغانستان خدمت کردن و همکار بسیار خوب ما هستن و دوست خوب ما محترم صبور جان رسولی است ماستر سپورت که اینا رو ما در لین داریم و چون صبور جان یک از استاد با معرفت زیاد دارن و اونا ایشان با ایشان همکار بودن میخواییم که از ایشان بشنویم راجع به محترم عثمانی صاحب صبور جان سلام علیکم رسول هستم کوهستانی سلام علیکم رسول جان اول از نخواست از همه سلام خود خدمت خواره گلیم موسن جان شما و طریق شما تشکر. حضور عثمانی صاحب بزرگ و استاد عبدالقیوم نیروی لطیف بیننده های پروگرام شما همچنان محترم شریفی صاحب تقدیم میکنم تشکر لطف کنیم
شخص خودم به صفت یک تن از سابقه‌داران سپورت و تحصیل کرده رشته تربیت بدنی و همچنان عامل دیپارتمنت تربیت بدنی این وزارت تعلیم و تربیت از سال 1364 الی 67 شناخت کامل با این بزرگوار داشته و دارم، اگرچه مدت کوتاهی نسبت جبران زمان جبر زمان از هم دیگر دور شدیم، اما شکر خدا که این معززان را امروز در کنار خود دارم و هر دویشان از جمله همکارای قلمی نشریه ورزشی بوده و با ما همکار می باشند. با ما همچنان. بله، شما خود از زبان خودشان گذشته و فعالیت ها و سپورتیشان همیشه شنیدین، تبصره زیاد در مواردشان از زبان ما به کلی اضافه است و همچنان صمیم جان و نور جان هم در این مورد صحبت کردن. چیزی را که صمیم جان در مورد استاد عبدالقیم نیرولطیف گفتن واقعا نمتر است، اما با تاسف چون ما تاریخ از گذشته سپورت خود نداریم، آثار خطی بناهن با نبودن شخص ظاهرن نامشام از بین میره گل میشه. بناهن مؤسس سپورت، مؤسس بوکس در افغانستان قسمی که خود استاد هم گفت میر عبدالرشید خان بیغم است و استاد واقعا شمع استاد بزرگ تا به آخر شعله‌اش جاویدان داشتن و به همین ترتیب استاد 35 سال متواتر ترنر تیم بوکس کلاب تعلیم تربیه بودن و بسیار اشخاص دیگه هم تلاش کردن که تا بتانن جای استاد بگیرن، اما استاد نسبت به امو اخلاق و کرکتری که داشتن به خصوص خودتان جامعه افغانی را میشناسین که اعمال و افعال بسیار مهم بازی میکنه، بنان از اعتماد ریاست تربیت بدنی بالای استاد زیادتر بود و به می سبب استاد تا با آخره منظورم از عبدالقیم خان نیرولطیف است که به صفت ترنر در اونجا باقی ماندن. بله. و ما در تواخه در آخر از بر استاد طول عمر ساعت کامل میخواییم. در مورد عثمانی صاحب باید گفت که عثمانی صاحب هم همچنان از سابقه دارای فوتبال افغانستان بوده و چنانچه بیوگرافی مکملشان برای بار دوم نمیشه شما به چاپ رسانیدیم، علاقمنده ای که خواهش خواندنشان دارن یا میخوان ببینن نشریه پیش شما هست میتونن بگیرن چیز شما گفتین. برلاوی دیگه عثمانی صاحب فوتبال فوتبالر خوب بودن. عثمانی صاحب یکی من نمیفهم اساس کلاب هایی را که بازی کردن گفتن نگفتن در تیم منتخب معرف بازی کردن، در تیم بانتون کابل، در تیم کلاب آریانا، در تیم افغانستان بانک، در کلاب پشتونستان بازی کردن و هم پیشتر هم خودشان گفتن که از جمله بازیکنهای خوب بودن، همیشه یا به سفرهای خارج هم میرفتن. گذشته از او عثمانی صاحب 30 سال در راس سپورت افغانستان قرار داشتن، در راس سپورت مثلا در راس سپورت بانتونی کابل، در وزارت معارف وقت یا تعلیم تربیه، باز کمیته ملی المپیک و پس دوباره بر ریاست تربیت بدنی که خودشان ایتالیات نکردن. عثمانی صاحب از سال 1358 الا 1370 رئیس تربیت بدنی وزارت معارف بودن یا ریاست تعلیم تربیه معارف. عثمانی صاحب از سال 59 وقتی که به چی مهن به وزارت معارف دوباره مهن قسمش خودشان هم چی گفتن من نمیخوام تکرارش بکنم، تا سال 1368 به ریاست تعلیم ترجمه یکی از مشاورای بسیار خوب یا آگاه و دانشمند واقعا در بخش سپورت بودن که یکی از غنای خوبی بود برای من زمانی که من در سال 1364 آمدم در دیپارتمنت تربیت بدنی و یکی از مشاورنده های بسیار خوبی بر ما بود و من همیشه موقع مساعدیده و بالا استاد چی میکردم میرفتم بالا صحبت میکردم. با البته اینجا یک چیزی دمی مارد میخوایم، یک چیزی بسیار مهمه ده که یک رویداد مهم است در بخش سپورت معارف افغانستان که ریاست تربیت بدنی معارف افغانستان کانون سپورت افغانستان بود. یعنی اکثرا ورزشکار مثلا امیال شما خودتان ما و شما هم ما تربیت در معارف تربیت شده بود. دلیم. و
وی وزار ریاست دمی سالای اوائل شست رئیس ریاست احمد قیم خان صمد بود، یک شخص غیر عضوی و یک خار چشم بود به چشم بر رفیقای عضوی. رفیقای عضوی چون خودشان شوق و علاقه و ذوق ریاست رو داشتن، اما با تأسف که ظرفیت و اراده ریاست نداشتن، با او حساب میخواستن که قیم خان صمد از ریاست برکنار سازن تا جای بر خودشان بانه و بیاین به چوکی ریاست بشینن. همی کارم کردن تا ای که احمد قیم خان صمد به تقاعد سوق داده شد و چوکی ریاست رفیقای عضوی گرفتن. اما دیدن که بعد از مدت کوتاه ریاست سقوط کرد. البته خودشان میفهمن که چون مسائل کار عضوی زیادتر بود و نتانستن که اداره و سوق سپورت به درست به پیش ببرن، ریاست سقوط کرد و از یک ریاست عمومی که به چندین دهه کار کرده بود به یک تربیت به یک دیپارتمنت کوچک تبدیل شد که اعضای پرسنلش 4 نفر تشکیل میدادن. خب رئیس و اشخاص دوربرش یا کسایی که در دورش بودن اونا همشان به ریاست عالی ورزش کمیته ملی المپیک رفتن و نمیخواستم برشان ننگ بود که در این عملیات کوچک کار بکنن و این عملیات بر ما مانه. و در اینجا گام عثمانی صاحب، مشوره عثمانی صاحب، آگاهی عثمانی صاحب قابل قدر است، قابل ستایش است. و ما مشاور خوبی که داشتیم، یک مشاور از کشور آلمان شرق بود به نام ونفرید واگنر، فعلا هم حیات داره، با وام یک سپورتمن بود، از دلش پیشتی سپورت میتپید، برای سپورت افغانستان میخواست خدمت بکنه. ما همیشه میرفتم با عثمانی صاحب صحبت میکردم و عثمانی صاحب مشوره را گرفته پس دوباره میآوردیم برای زیاده میدونیم که ما دوباره بتانیم چطور میدونیم که ریاست سپورت، ریاست تربیت بدنی را ایجاد بکنیم، از یه عملیت کوچک برایم. یه عملیت هم در چوکات یک ریاست نو ایجاد شده به نام ریاست امور تربیوی چی شده بود کار میکرد. بالاخره موفق به میشدیم که بعد از 5 سال بعد ریاست ایجاد شده و ما او وقت سال 1368 آمده بودم آلمان شرق بر تحصیل. مشاور بر ما کتی ما صحبت کرد، آمده بود رخصتی خانه صحبت کرد که چطور میکنیم که رئیس کی شد، ولی که رئیس خود ریاست امکانش هست که ایجاد شده. باز ما اونجا پیشنهاد کردیم که ما نمیخوایم دیگه دوباره ریاست به دست اشخاص حزبی بدیم. عثمانی صاحب محترم، عثمانی صاحب بزرگ در مابین کابل چی هستن و هستن، حاضر هستن، شما میتونین عثمانی صاحب به صفت رئیس تربیت بدنی بگیرین. باز همون کارم شد و استاد عثمانی صاحب بزرگ به صفت رئیس تربیت بدنی چی شدن، مقرر شدن. و اینی آگاهیشان بودن به خاطر از اینکه با بسیار پاکی صفایی بدون توقع و تمنا به خاطر شخص خود، به خاطر جیب خود کار بکنم، صرف هدفشان کار به سپورت افغانستان بوده و او ریاست را که واقعا سالها بیشتر خودشان یاد کردن از بین برده بودن، پس دوباره ایجادش ساختیم و ایجادش کردم. و امروز دوستایی که ما به نمایندگی از دوستایی که امروز در ریاست تربیت مدنی معرف شدن تشکری میکنم از عثمانی صاحب، با مشورهای نیکشان، با کارشان، با آگاهیشان، با قلم خوبی که داشتن و دارن، به نهایت مدیونشان. بسیار زیاد تشکر رسولی صاحب، لطف کردین از گزارشی که دادین راجع به استادان. دیگه فکر میکنم وقت برنامه شریف صاحب شرمت کم مونده. دیگه بازم لطف کردین، تشکر از شما. از شما تشکر. برای دو استاد بزرگم صحت سلامت میخوایم، جانشان جور باشه. خب دوست عزیز، میریم بازم به یک شریف صاحب، اگر لطف کردین مکس برتین. دوست عزیز، باز هم اعلان تیر میکنیم که در تاریخ 3 یونی طوری که یاد کردیم، باز هم ما برنامه به ارتباط 34مین سالگرد شهادت مرحوم صدیق زرگر، باز ما به ارتباط به ادامه از اون برنامه قبلا که مورد علاقه ورزشکاران و خصوصا فامیل محترمشان قرار گرفتن و ما این برنامه را میخواییم تکرارن و دوباره به نشر بگیریم و
زمنان ادامه بدیم، که البته کسایی که در زمینه معلومات داشته باشند با ما در تماس شوند. بیایم یک دو تا تلفن بگیریم. وقتش نمانده. شریفی صاحب میگه که به پروگرام خلاص است. ما همیشه متاسفانه از نیم ساعت برنامه ما را یک از دوستای بسیار خوب ما برنامه را نیم ساعت اسپانسر شدن، چون خواهش کردن که نام ما را در تلویزیون نگیرین. ما از پیشان جهان سپاس میکنیم که نیم ساعت برنامه را اسپانسر کردن. یک جهان تشکر. و بیننده های عزیز، چون وقت برنامه ما بسیار کم است، تلفن ها لاین پر است، ما به زقیت وقت نمیتونیم که تلفن های شما را بگیریم. دیگه تا برنامه آینده که به تاریخ 3 یونی است، شما همگی را به خداوند پاک یکتال میسپاریم. شب روزتان خوش باشه، با صحت و سلامت روز روزگار پیش ببرین. خداحافظ شما.